خدا و سلام خدمت شما بینندگان عزیز. آرزومند صحت و سلامتی یک شما خوبان هستم. یک مهمان ویژه دارم امروز در شهری بودا، شهری باستانی و تاریخی بامیان. آقای عبدالقادر حسنی اسرارشان در مورد بودا و شهری باستانی بامیان همراه شما صحبت میکند. بیننده باشید. سلام و درود خدمت شما، خسته نباشین. صحبت از بامیان بسیار جالب است و رازآمیز، چنانچه که سابقه درخشان و پیشینه تمدنی این شهر قرنها و سده ها را در نوردیده و در بلندای تاریخ تمدن انسانی و بشری جای خوش کرده است. کهن‌ترین منابعی که ما امروز در اختیار داریم به نام اویستا و ریگ‌وید، نام زیبای بامیان را زمزمه میکنه و بامیان در این منابع کهن و تاریخی جای خوش کرده است. اویستا شهرهای اهورایی را به معرفی می‌گیرند. از 16 شهر اهورایی یادآوری می‌کند. بامیان در ردیف این شهرهای اهورایی به عنوان 14 شهر اهورایی یاد شده است و نام بامیان در اویستا به نام ورینه است. ورینه واژه‌ای هستند اشتقاقی و ترکیبی یا به دیگر بیان واژه‌ای مشتق مرکب هستند که از دو جزء ور و نه ترکیب یافته است. ور در زبان اویستا به معنای پناهگاه است و نه پسوند ساختاری، یعنی مکانی که برای پناهگاه در اونجا در اویستا ثبت و ضبط شده است. جالب است ما ور را تا هنوز هم در لهجه هزارگی خودمان داریم که گویندگان زیادی در مناطق مختلف هزارجات ور را به معنای پناهگاه به کار میبرند. مثلا ور سگ، ور موش، ور مورچه، یعنی همون پناهگاه یا خانه ای که موش در اونجا زندگی میکنن یا توله های سگ در اونجا زندگی میکنن یا مورچه در اونجا زندگی میکنن. جالب است وقتی که ما با آثار پژوهشگران معاصر و پژوهشگران جهانی که از بامیان آمده تحقیقات انجام داده و ما امروز منابع آنها را در اختیار داریم، هم مصداق این نام اویستایی را دارد. بیش از 12,000 مغاره در سطح بامیان ثبت و ضبط شده است. مغاره هایی که در یک زمانی در اینجا انسان ها زندگی می کرده و این مغاره ها معابدی بوده برای انسان های عابدی که به نیایش اهورا پرداخته است. مغاره های بسیار معروف که از آن می شود، از معروف ترین آنها می شود 40 ستون را نام گرفت، دارای ساخت هنری شگفت انگیزی هستند. اینها جایگاه تاریخی بامیان را به عنوان موش نمونه خروار می تواند که برای ما و شما ثابت کند. در مورد بودا هم می شود کتاب ها نوشت و می شود دنیای سخن را در مورد بودا گفت که باز هم آنگونه ای که باید در مورد آن تحقیق صورت می گرفت تحقیق صورت نگرفته است. تندیس بودا به نظر خودم بیشتر شباهت دارد با دو الهه زن و مرد، یعنی همون آنامیس و آناتا، الههای زن و مرد. اینها همون
هویت تاریخی بامیان را در منابع کهن مانند اویستا و ریگویدا یا به عبارت دیگر آیدنتیتی بامیان هستند در از نظر تاریخی در اویستا و ریگویدا. نمونه های تاریخی و آثار باستانی زیادی ما در بامیان داریم، مانند شهر غلغله، شهر ضحاک و چهل برج در یکاولنگ، سلطان رباط در ورس، بند امیر، که اینها هم با افسانه های تاریخی مخصوصا با متن شاهنامه بسیار سازگاری دارد. در متن شاهنامه وقتی که ما داستان ضحاک را میخوانیم و تخت و سلطنت و جایگاهی که ضحاک برای خودش درست کرده و سرانجام زوال ضحاک توسط فریدون فرخ، که ما تمام مکانها را امروز در بامیان داریم، ما آثاری داریم از شهر تاریخی ضحاک و همچنین دره داریم منصوب به دره آهنگران که این منصوب است به همون آهنگر، کاوه آهنگر، که در این دره یک زیارتگاه هم هستند که منصوب به کاوه آهنگر هست. اینها همه نمونه های هستند که با داستان شاهنامه فردوسی قابل انطباق است و قابل تطابق هستند، که زمینه های برای پژوهش را برای هر انسان پژوهشگر فراهم می کند و خواهش ما از دوستان پژوهشگر این است که در این مورد بیشتر قلم بزنند و بیشتر تلاش کنند تا هویت تاریخی و فرهنگی بامیان همان گونه که قرنها و سده‌ها را در نوردیده همچنان جلوه‌گری داشته باشد و نباید به باد فراموشی و دست فراموشی سپرده شود. با تشکر، سپاس از شما.